انجیل متا 6 25 الی 34 بنابراین به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟ بنابراین داره عیسی مسیح اعلام میکنه میگه روح شما رو نجات دادم جسم ما دیر یا زود پنجاه سال هفتاد سال 100 سال صد و سال صد و سال دیگه نهایتشه دیگه بیشتر که عمر نخواهد کرد دیر یا زود میریم اما آیا میتوانیم این اعتماد رو داشته باشیم جسم ما هست اینجا میمونه روی زمین اما روح ما میره در حضور خدا من. و خدا هست که به ما دوباره بدنهای تازه میده ما رو متبدل میکنه پس ما ابدی هستیم میگه اجازه نده نیازهای این زمینی تو رو مشغول کنه تا فراموش کنی که من با تو هستم تو فکرت هستم تو قلبت هستم من با تو هستم امانوئیلم بله مرغان هوا را نظر کنید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبارها ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما آنها را میپروراند آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستی؟ آمی که هستین این طرز تفکر مسیح عزیزان اگر ما مسیح هستیم ما زمانی میتوانیم بگیم ما مسیح هستیم که فکر مسیح رو داشته باشیم طرز تفکر او رو داشته باشیم پس مجال ترس و نگرانی رو هرگز به خودمون نمیدیم برای امور مهم زندگیمون حتما با او مشورت خواهیم کرد چون او در فکر ما هست همون گونه که در فیلیپیان دو پنج اعلام میکنه نویسنده طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر عیسی مسیح باشه اگر میبینی امروز ترسانی اگر میبینی امروز نگرانی اگر حتی امروز خشمینم هم هستی کسایی تو رو اذیت کردن یعنی خدا قادر نیستش که مانع اونها بشه هر چیزی که امروز باعث رنجتو تو داره میشه دلیل این هست که شما خلای حضور خدا رو در فکرت داری میبینی قنیش کن تقویتش کن به توسط روح القدس به توسط پوری روح القدس عزیزان این گفتار یک شبان به نام رسول نیست این گفتار کلام خداست که میگه از روح من نیز پر بشیم باز شاعر اعلام میکنه گر من به غم تو سپارم دل دل را چه کنم بهره چه دارم دل خدا فکر رو به ما داده که خودش بشینه اونجا در فکر من و تو خداوند تختی رو گذاشته مال خودش هست اگر اجازه ندیم خدا بشینه ترسا میشینه نگرانی ها میشینه اینو من دارم برای ایماندارا میگم بی ایمان ها که عزم میخوام اومدم امیدوارم به کسی بر نخوره گاهی اجازه دادن افراد رو تخت خدا خود شیطان بشینه و شیطان داره پادشاهی میکنه ما فرزندان خدای ایمان داریم که سلطان فکر ما خود خداست پس پولس رسول ایسای خداوند داره امروز در این کلام داره با ما من صحبت میکنه که حواس اون باشه سکوی خدا رو تخت پادشاهی خدا رو به کسی نده که دلیل ترسا و نگرانی خواهد شد بله؟ و کیست از شما که به تفکر بتواند زرایی بر قامت خود افزاید ما هرگز نمیتونیم زرا یعنی یک زرا از نارنج میشه تا انگشت اینا میگفتن یه زرا بنابراین میگه نمیتونی تو با فکرت قد تو اینقدر بلند کنی توی روانشناسی الان از این استفاده میکنن به نام خودشون ثبت که اما این مال مسی بوده که گفته 2000 سال پیش اینو برای آگاهی عزیزان گفتم پس میگه تو با فکرت نمیتونی با فکرت نمیتونی موقعیت اقتصادی خوب کنی با فکر نمیتونی شرط زندگی تو خوب همش فکر کنی همش فکر نی. اما اگر تو با خدا هم فکر بشی میتونی چگونه چون ما مسیحی یا روح القدس رو داریم ما به توسط روح القدس امید در وجود ما قرار میگیره مطابق نامه رومیان پنج پنج که اعلام میکنیم این امید هیچ وقت ما را مایوس نمیسازد یعنی امید روح القدسه زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شده قلب های ما را فرا گرفته است ما به توسط روح القدس دارای امید بزرگی هستیم از روح پر شو هم وطنی که به مسیح ایمان آوردیم وقت بده به خداوند عطایای خداوند رو با غیرت به تا تو نیز باعث برکت برای دیگران نیز باشی بله و برای لباس چرا می اندیشید؟ در سوسنهای چمن تعمل کنید چگونه نمو می کنند؟ نه مهنت میکشند و نه می ریسند لیکن به شما می گویم سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود چون این بپوشاند ای کم این ایمانان آیا نه شما را از طریق اولا؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم زیرا که در طلب جمعی این چیزها امت ها می باشند اما پدر آسمانی شما می داند که به دین همه چیز احتیاج دارید زیرا که امت ها زیرا آنانی که یک باور دیگه ای دارند اونها روح القدس رو ندارم کسی که به مسیح ایمان می آورد روح القدس دارد و این روح القدس آمده است که منو تو رو امید بده پس سهرگاهان با او وقت بذار قبل از اینکه بخوابید یه دوش روحانی بگیر برو در حضور خدا من. فکر و دلتو تقدیس کن با فکر خدای زنده ما مذهبی فکر نمی کنیم همه شما عیزان میدید که من دوازده سال که به عنوان کشی کلیسای پرسان مسیح هستم مدام تعلیم ما این بوده که ما لا مذهبی مثل خود مسیح ما با مذهب کار نداریم ما با رابطه عاشقانه چهارگانه رابطه عاشقانه من با خدا رابطه عاشقانه من با خودم رابطه عاشقانه من با خانواده رابطه عاشقانه من با خلق خدایی فرمول خ هست اگر عزیزان مایل باشید بیشتر در این رابطه بدونید من در خدمتون هستم که بتونم از این تعالیمی که از کلام خدا گرفته شده شما آزاد بشید و مبادا اجازه بدید که تکیگاهتون در فکرتون احساساتی باشه که از گذشته اومده تجربیاتی باشه که از گذشته اومده امروز من و شما با خدای زنده زندگی میکنیم و مطالبی که مسیح داره میگه اشاره به همین هست که روح القدس رو که شما دارید خدا رو شما دارید خدا در وجود شما هست بله لاکن اول ملکوت خدا و عدالت او را به طلبی یعنی پادشاهی او رو یعنی به سکویی که در مغزت هست تخت پادشاهی که هست به اون رجوع کن توی نیازهاد توی آنچه را که لازمه هست برای رسیدن به اهدافت بله؟ که این همه برای شما مزید خواهد شد آمین پس در اندیشه فردا ما باشید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد بعدی امروز برای امروز کافی است بله ما شاهد هستیم که هر روز یه خبر بدی میاد یه خبر بد چی گفتم هزاران خبر بد میاد هزاران خبر بد میاد اما بهترین خبر رو صبح زود میتونی از حضور خدا بگیری تمام فکر و دل و احساس رو از محبت خدا پر کن هر جایگاهی که هستی حتی اگر شما امروز در اپوزیسیون هستید فعال سیاسی هستی این رو بدون اگر از محبت خدا تو پر نشی نمیتونی دیگران رو محبت کنی با خشم روبرو میشی با تلخی روبرو میشی عوض میخوام شما میدونید که من چقدر عیزان که در اپوزیسون هستن رو دوست دارم و براشون دعا میکنم از این رو دارم بهت میگم حتی اگر شما دلسوز انسانهای دیگه هستید تا دلسوزی خدا رو نچشی تا محبت خدا رو نچشید، نمیتونی دیگران رو محبت کنی یه روز خسته میشی یه روز از همین مردمی که داری دفاع میکنی خسته خواهی شد و بر علیه همین مردم سخن خواهی گفت پس خواهشم این هست از محبت خدا پرشیم از قوت خدا که خداوند در قلب منو تو قرار میده پر بشیم فکرمون رو اجازه ندیم تنها باشه چرا که تو این تنهایی هست که شیطان میاد میخواد پادشاهی بر فکرمون کنه آنچرا که لازم هست این هست که هر سرگاهان با خدا وقت بذاریم از کلام او پر بشیم یوشع یک هشت اعمال رسولان یک هشت از کلام و از روح او پر بشیم تا برکتی باشه برای زندگیمون تا خدا هدایت و حمایت کننده زندگی ما باشه